درود گرم به شما بینندگان عزیز تلویزیون پارس. از این لحظه با شما هستیم با آقایان دکتر قرقزلو، سیاوش اوستای عزیز در این برنامه ما را همراهی میکنن. متاسفانه دوست عزیز، یار گرامی و مبارز ما دکتر از ما را در تخت بیمارستان در شرایط مطلوبی نیستن. آرزو میکنیم که بهبودی حاصل کنه و به هر حال از این شرایطی که در حال حاضر داره رها بشه. دکتر از ما را یار صدیق دکتر شاپور بختیار بود که وزیر بهداری او بود و در دوران تبعید در فرانسه در کنارش و تا این لحظه با حکومت آخونده مبارزات شدیدی داشته و یکی از یاران همیشگی این برنامه هم بود. در این روزا شاهد هستیم که خبری منتشر شده که آسد علی خامنه‌ای جام زر رو سر کشیده و رضایت داده با امریکایی‌ها مذاکره بکنن. دیگه اون تحریم، همه تحریم ها رو بردارین، اینا رو کنار گذاشته و فشار روسا، دولت روسیه سخت به خامنه‌ای فشار وارد کرده که باید یه نوعی این ماجرای وین حل و فصل بشه و باید یه مقداری مسائلی که داری رها بکنی، با امریکا صحبت نمی‌کنیم. نمی‌دونم دولت روسیه چرا وارد این گود شده. به خاطر اینکه مسکو و آقای پوتین میخواد جمهوری اسلامی صاحب پول و پلهی بشه تا بتونه مطالبات کلانی که در ایران داره نقد کنه و آسد علی هم دنبال اینه که به یه پولی برسه بتونه این گروه های تروریستی و این دخالت هایی که در کشورهای عراق و لبنان و سوریه میکنه اینا رو در حال بتونه اداره کنه، گروه تروریست ها رو، و این مناطق در ید او باشه و هر لحظه ای سفارش کنه که موشک بندازیم به اسرائیل. یا این بازی ها و تئاتر هایی که سال هاست 43 ساله با اسرائیل داره. بله، این ماجرای روسیه است و فشار داره زیاد در کنفرانس بیه میاره. الان خبرها هست که به یه جریان های حل و فصل ماجرای مقداری نزدیک شدن، ولی همطور که من بارها در این برنامه مطرح کردم، آقای بایدن هم اگر بخواد در این رابطه به سازشی دست پیدا کنه قادر نیست که همه تحریم هایی که مورد نظر جمهوری اسلامی لغو بکنه. و حالا جمهوری اسلامی و همین آسد علی رضایت دادن که در ابتدای کار این پول کلانی که در کره جنوبی بلاک شده اینو آزادش بکنن. وزیر خارجه کره جنوبی رو بردن در کنفرانس وین، یه قول و وعده هایی داده که اگر جمهوری اسلامی در حال راه بیاد در این کنفرانس، اینم این پولا رو اول بار سریع آزاد بکنه و در اختیار جمهوری اسلامی قرار بده تا این ماشین تروریستی سید علی خامنه‌ای به جریان میفته. آقای دکتر، من در فرانسه شما میبینم که این میکروب کرونا، ویروس کرونا داره خیلی گسترش پیدا میکنه و یک مسئله جالبی برای ما بود. شنیدم آقای وزیر رئیس جمهور فرانسه خیلی عصبانی شده و دشنام داده به اونایی که نمیان برن واکسن بزنن. یه خبری هم در این رابطه ما بدید، جالبه بر من. بله جان، شب شده در اوایل ژانویه خیلی این ویروس بسیاری مبتلا شدن، ولی خوشبختانه فروکش کرده است، به اون شدت قبل نیست، ولی هستن کسانی که زیر بار زدن واکسن نمیدونن. ولی آقای مکرون قصد دارد که در این سال لوایحی به مجلس ببرد که کسانی که حاضر نیستن واکسن بزنن
اینها رو یا قرنطینه بکنن و یا از خیلی از حقوق محروم کنن، چون واقعا اینها سبب گسترش این ویروس میشن. و وقتی هم که میبینیم یک قهرمان تنیس آقای موکوویچ یا اسمش رو درست من نمیدم چون عراقی نمیدم، اینها خب آقا واکسن نزده و رفته در استرالیا مسابقه بده و هم باشگاهی هم حالا فعلا آزادش کرده، ولی بعید میدونم که دولت استرالیا اجازه بده که این به بازیش ادامه بده، چون مردم رو در مصاحبه هایی که میکردن و در تلویزیون ها نشان میدادن میگفتن این یک قهرمان است و اگر بخواد واکسن نزند و بیاید و مسابقه هم بدهد، خب این یک نمونه است که بسیاری پیروی خواهند کرد، این رو باید به کشورش فرستاد تنبیهش کرد و از او خواست که این قوانین رو رعایت کنند. متاسفانه وضع بگونه است که عده‌ای حتی مشابه این کارند که می‌بینیم این ویروس هنوز مانده و مردم گرفتارند و ممکن است که مشکلاتی باز در آینده به وجود بیاید. برای من شگفت‌زده کرده که جوکوویچ میلیاردره، یعنی اینقدر ثروت داره، از همین تنیس به دست آورده، از همین استرالیا هم 9 بار قهرمان شده. بنابراین دلیل احمقانه ایه که آدم بگه من مریضم یا بدنم نمیکشه من بیارم واکسن بزنم. خب باید واکسن رو زد. آدمی که اینقدر ثروت داره میمیره، بعد اون ثروت ها بیم استرالیا هنوز رهاش نکرده و گفته باید حتما واکسن رو بزنه بتونه در مسابقات شرکت بکنه. آقای دکتر بسیار سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو در اختیار این برنامه قرار میدین و تا هفته آینده شب و روز خوشی رو برای شما آرزو دارم. با سپاس از جناب علی و جناب عبستا و با آرزوی سلامتی برای جناب دکتر رزمارای عزیز که امیدواریم سلامتی خودش رو به دست بیاره و در برنامه خوب شما حضور پیدا کنن. سپاس بذارم جناب. بسیار ممنون. آقای عبستای عزیز در حال چهره دیگری هستند که در این برنامه حاضرن، مطالب جالبی ایشون این هفته دارن. به ویژه دیدم یه عکس جالبی هم فرستادن رضا شاه کبیر که در این برنامه ما پخشش بکنیم. امیدوارم که چهره ایشون رو بذارین روی صفحه. درود بر شما آقای سیاوش عبستای عزیز، امیدوارم که خوش و خرم باشین، زندگی و وفق مراد و مطالب جالبی که برای ما منتشر خواهید کرد. درود بر شما، روز شب خوش آقای جرفشای عزیز. دیگه وقتی فکر نمی کنم مونده باشه، ولی سریع خدمتتون عرض کنم که در فرانسه البتون پرسیدی که کردید آقای قرقوزی رو پاسخ ندادن و اگه وقت شد آخرش من توضیح میدم بهتون، ولی آقای شرفشایی توی فرانسه 1500 نفر از نماینده های مجلس، نماینده های انجمن شهر، یعنی کسایی که مردم به اینا رأی دادن رو کتک زدن، رفتن اینا رو در خونهشون، در شهرداریشون، در پارلمان، در انجمن شهر اینا رو کتک زدن 1500 نفر. برای همینی که الان جنجال را افتاده که برای اینا محافظ بذاری، اینا رفتن اینا رو کتک زدن، گفتن آقا ما به تو رأی دادیم، تو چرا میخوای به اینجا مثلا به این قضیه تو رأی بدی، نباید رأی بدی، مخالف شیم ما. بعد پس فردا روز پنجشنبه تقریبا تمام مدارس بخش عظیمیش 70% تعطیل، که اینا خواهم تظاهرات کنن، اعتراض کنن به این محدودیت هایی که در رابطه با همین بیماری و اینا مطرح هست. من اینو گفتم در ابتدا که یادآوری کنم، ببینید این حرفایی که ما میزنیم که سرگرمیه 43 ساله هیچ فرقی نکرده. این حرفایی که سیاوش عوستا الان میخواد بگه اینا رو باید به مردم بگیم. همه ما هممون سر کاریم اگر از این حرفا نزنیم، که من میخوام بگم الان بهتون آقا مردم ما 12 سال پیش رفتن ریختن تو خیابون میلیونی ریختن توی خیابون، برنامه قطعی بود که رژیم بیفته، قاطع بود برنامه رژیم بیفته. یهو این موسوی رو گذاشتن رهبر انقلاب، سادات تازی، یعنی میخوام بگم این سادات تازی رو باید بشناسیم، اینا حزبن، گروهن، دستن، متحدن، هم پیمانن.
یعنی اگر سید علی خامنه ای یه ولی، سید محمد خاتمی یه ولی، سید میر حسین موسوی، تاجداد اینا یه ولی، اینا همشون در اصل رو هم متحد، یعنی بازی ها رو میکنن مثل این بازی جهانی که کردن 43 سال موندن. علی خامنه ای از روزی که سفارت امریکا رو اینا گرفتن رفت توی سفارت آمریکا با گروگانا صحبت کرد، این دست رو دادم و دستی که با روسیه هم داده بود. اینا همشون مزدورن، برای اونا کار میکنن. حالا اونجا به ما خیانت شد و به مردم ایران خیانت شد، مردم میلیونی اومدن توی خیابون، یارو عقب کشید. حالا یارو که عقب کشیده رفته، تو همین الان قهرمان ملی است. قهرمان ملی است کجا؟ قهرمانان ملی برای شرفشایی همه فراموش کردن. قهرمانان ملی ما اوناست که رفتن روی مین. یارو که رفته روی مین آزادی ایران و دست پرورده های محمد رضا شاه همه اونا بودن. خلبان گرفته بمباران کرده، بعد گرفتن یه تیکه کاره کردن، به دو تا جیب بستینا تیکه کردن. قواس های ما رو که ریختن تو دریا، یه دل تیر زدن. قواس های ما رو که زنده بگور کردن. اینا اصلا فراموش شده. چرا اینا فراموش شده؟ اینه که میخوام بگم، خوب گوش کنید. چون صدام حسین تازی است، سادات تازی است. اسم برادرش حسینه، عبدالمجید فامیلشه. اسم پدرش اون و اینا، یکی دیگه داره علیه، یعنی شیعه است. علی خامنه‌ای رهبر شیعیان مملکت ما که داغون میشه. آقای شرفشاهی توی عراق چند تا آدم اعدام شدن فقط، همه اینای دیگه ریش و هوا و عمامه. الان حزب بعث تماما در خدمت علی خامنه‌ای است، اما به نام روحانیت و حزب فلان عراق، حزب فلان عراق. برای همین ایران ما فاحش خونه شده، برای همین ایران ما مردممون گدا شدن. اینا رو باید به مردم بگیم، رو هوشیار باشن. مردم الان هوشیارن. آقای شرفشاهی، آقای شرفشاهی خودشون نوشتن، روزنامه آفتاب قم نوشته، روزنامه دیگه نوشتن که در هر ماه هزاران آخوند از لباس روحانیت در ایران میاد بیرون. اینا فیلماش هم هست. اینا رو باید به مردم بگین، دارن فرار میکنن. مردم ما داره کتک میزنه اینا رو توی خیابون، آخوندا رو کتک میزنن. آقای شرفشاهی اینا رو باید به مردم بگیم. من بهتون اول عرض کردم، در فرانسه مهد آزادی 1500 تا توی چند ماه اخیر زدن، اشکالی نداره. آقای شرفشاهی، یه کسی که کار بد میکنه فحش دادن، همین که حالا پرسیدین از آقای قرقوزی، من به شما میگم، چون من که از کسی چیزی ندارم. آقای رئیس جمهور فرانسه اومده به مردم گفت اونایی که واکسن نزنن جوه رزان مغده، آن مغده، مرد اونایی که فرانسه نزنن مغده، یعنی گوه. بعد همین دیروز هم اومد قاطع دفاع کرد، گفت من حرفی که زدن رو پاش حرف زدم هستم. اونایی که مملکت رو میخوان به هم بریزن، اختشاش بکنن، با خطر جانی برای دیگران بیافرینن، چه و چه. حالا من میخوام اینو به شما بگم، من شرف شد. مردم ما شروع کردن آخوند رو انگلیس ساخته، این که شما میفرمایید عربستان سعودی هتل ساخته. آقای شرف شد، عربستان سعودی تا الان، گوش کن، من خبر دارم اینا رو، مردم گوش کنید، از الان، از زمان محمد رضا شاه تا الان، یکی از اصلی ترین پرداخت کنندگان وجوهات به تمامی روحانیت ایرانه. نه تنها ایران، عربستان سعودی به عنوان نگهبان مکه و مدینه و جهان اسلام به تمام روحانیون، چه شیعه چه سنی، چه پول میده. ایران که میبینید اینجور بدبخ شده، چون این آخونده همه آیت الله چندین میلیارد خود ایران میده، از اون طرف عربستان سعودی میلیارد پول میده از طریق اوقاف. از زمان علی شریعتی کافی، من اسنادش رو منتشر کردم، 30-40 سال پیش، حسینی ارشاد رو تو ایران عربستان ساخت، مهدیه کافی رو عربستان ساخت. اینا رو من در جریانم، آقای پرویز ثابتی یه روز میاد اینا رو میگه. حالا این دو دقیقه است، همین فیلم رو ببینیم تا من باز ازش نتیجه گیری بکنم. آقای شرفشاهی عزیز، جناب شهرتی، همین دو دقیقه است، ببینین اولین کسی که آخوند رو کتک میزنه، مردم ما امروز بیخود نیست که میگن رضا شاه روحت شاد، اولین کسی که آخوند رو کتک میزنه ببین کیه؟ رضا شاه. بعد کسی که میگه روحانیون فوش، عیب نداری، فوش نیست، میگه روحانیون از دم خرن، کی میگه اینو؟ خسرو به آواز ایران شجریان. گوش میکنیم. آخی تو این مرد که من دارم، من خدمتگزار حرم شریفم. من به کسی یا کسانی اجازه نمیدم که حرمت حرم رو بشکنن. من خیلی محترمانه مطرح کردم، حرف بعدی که نزدم. حرم
مرتی که پدر سوده. مرتی که پدر سوده. شجریان هم پس یقش بگیرین. شجریان میگه همه آخوندا خرن، از دم میگه روحانیت جمیعا خرن. نه گوش کن، دوبارم گوش کن. شجر... برای ملت ایران آقای شرفشوی، شما دیدم تو روزنامه بسیار منتشر کردین، مردم هر روز آخونده رو دارن میزنن. بعد الان این هیئت امنای روحانیت در ایران دیروز تصمیم گرفته که از این بعد لباس روحانیت ندن، هر کسی بپوشه، چون از اونور کتایی میکنن، از اونور مردم که اینا رو میزنن، اینا خانواده جمعن میان بیرون جمعاً چند یکی از همه اینا که خیلی مشهور بود، همه شما میشناسیدش، ابله بود ولی اسمش دانشمند بود. دانشمندم اومد بوسید، فیلماش هست، منبر کنار که گذاشت رفت کنار. خیلی های دیگه های شرف شایی اینا رو باید به مردم گفت. ما این روشنگری رو باید بکنیم که مردم رو از دست سادات تازی، حزب سادات تازی نجات بدیم. حزب سادات تازی رهبرش الان علی خامنه ایست. در ایران اصولگرا، اصلاح طلب تو این حزب دوتاشون سر ما رو کلا میذارن با دعوای زرگرشون. تمام حزب بعث صدام حسین کلشون الان اینا در عراق حقوق دارن میگیرن، به جایی که پول بگیره از عراق، پولای نفت عراق بگیره، غرامت جنگی بده به جانبازان سرزمین من که دست و پا و چشم و گوش ندارن. تازه رفته اونجا به عمو سربازا دل پول میده، پسر عموشن اونا. آقای عربستان پسر عموی علی خامنه‌ای، آقای شرفشاهی، اینو من با آگاهی شما نازنین برسانم، در عراق 70% مردم شیعه هستن، 70% مردم با ایران در جنگ جنگیدن. الان اونا با پول ایران در آسایش و رفاه بعد میان ایران، ایران رو فاحشه خونه کردن. بچه های جنگ من، چه مهدوی فره، چه جعفریه، چه مستان سلجوقیه، چه هزاران نفر دیگه که بی پول و بی خانمانن، چه تو زندان ها هستن. اینا رو باید بگیم، مردم رو روشن کنیم جهان. این بازی های اینا که آقای شرفشه اینا رو آوردن، شاه عزیز منو سرنگون کردن، هیچ راهش ندادن شاهنشاه رو هیچ کجا، حتی به بدبخت انور سادات بعد از سالا زدن کشتن چون نافرمانی کرد داوود. حالا ما بیام دنبال این بازیه که برامون در میاره، این دنبال نخودسیا نباید مردم رو بفرستیم، باید اینو بگیم قاطع همه رسانه ها در دست، وگرنه همه در خط سادات تازی، یا خامنه ای یا پسرموش بسیای عراق و یا عربستان سعودی هستیم، همشون هم یکی. بله، به هر حال رضا شاه علت این که مردم تو خیابونا فریاد میزنن رضا شاه ها این صحنه ها رو دیدن، میدونن که در حال چقدر مبارزه کرد این آخونده رو از وحشت میکردن و دست رضا شاه همه تو خونه اونها قایم شده بودن، کسی نمیامد. تازه خود رضا شاه یه همچی دیداری داشت،
رفت تو ترکیه، رئیس جمهور ترکیه هم به استفارش کرد آقا اینا رو رد و پار کن بفرستش برن، اینا مزاحم پیشرفت مملکت هستن. دیدیم که رضا شاه با این مرحله تونست دانشگاه بسازه، میدانهای ورزشی بسازه و اون همه خدمات رو انجام بده، مردم از اون گیو پوشی و دهار پادرنگی نجات داد، همه رو کفتوش کرد، شخصیت ها رو فرستاد به فرانسه، به اروپا درس بخونن، بیان به مملکتشون خدمت بکنن. اینا داستان هایی نیست که فراموش بشه، تاریخ موجوده و هست. و اینی که مردم میگن رضا شاه رضا شاه، اینی که یادش گرامی باد به خاطر اینکه به این مملکت خدمت کرد و پسرش به راستی ایران رو ساخت، متمدن کرد، ملتی سی رو از دارای همه مزایای اجتماعی بودن مردم ایران. کارمنداش هر سر سال که میشد همش رو گذرنامه میگرفتن، بدون ویزا میرفتن برای تفریح، ما مرخصیشون رو در اون بگیدن. اینا الان مملکت رو ببینیم به چه روزی انداختن، به چه فاجعه مردی که این همه با امریکا مبارزه کرد، مبارزه کرد، ای با مذاکره نمی کنیم، حالا شربته رو خورد میگه آقا مذاکره می کنیم. آخو مردی که تو یه چیزی رو باید لااقل روش محکم واسی، نه میبینه سخت دیگه، حالا میگه امریکا مذاکره کردن، اشکالی نداره، ما تسلیم اینا نشدیم. نشدی به چی هست؟ این چیه؟ تسلیم نشدن مذاکره کردی، برای که اربابت روسا، روسا بهش میگن آقا دیگه گذشتون دوره، باید بیام یه پول پله بسازیم بدهیای ما رو بدیم. خیلی ممنونم آقای شرفشاه. یک دقیقه من یه نکته مهم رو یادآوری کنم در راستای عرایض بنده، خواهش به همه توجه کن. ببینید همه تحریم 40 سال داریم حرف میزنیم، همه ما شدیم عامل بیگانه تحریم. شما که میگم نه آقای سیروس شرفشاهی، میخوام از تک تک آدمایی که میان میشینن با قلم با هر چیزی تحریم، آیا میدانید تحریم یعنی چی؟ تحریم یعنی دزدیدن و راهزنی میلیاردها دلار پولهای ایران که میره تو صندوقهای خارجی ها. تحریم درست اونه که من بارها از زمان جورج بوش تا همین آقای بایدن نوشتم، نامه هم هست، جواب اونا هست، میگم آقا شما پولهای ما رو که تحریم میکنید، پولهای ایران رو مصادره میکنید، اینها رو زیر نظر سازمان ملل متحد باید پخش کنید به مردم گشنه و گدای سرزمین من که گدا شدن، گرسنه شدن. این هم بدونید که تحریم این است، باید اینو بخواید. بسیار ممنون آقای سیاوش عبستا، شب و روز خوشی رو در هفته آینده برای شما آرزو کنم. بینندگان عزیز، برنامه ما در اینجا پایان گرفت. همراه آقای دکتر قره‌گزلو و سیاوش عبستا با شما خداحافظی میکنیم. تا هفته آینده شب و روز خوشی رو برای همه شما آرزو دارم. بدرود تا درود دیگر.